مهاجرت کاری بهتر یا مهاجرت دانشجویی <applause> کسایی که بین 25 تا 35 سالن این یکی از اصلی ترین ها و سوالشونه. حتی دوستای خودم که هم و سال خودم هم اخیرا که با هم صحبت کنیم بیشتر این سوال میپرسن دانشجویی بیایم کاری بیایم کدوم بهتره کدوم شرایطش بهتره کدوم راحت ویزا میدن کدوم شرایط زندگیشون جو بهتره بین این دوتا میخوان تصمیم بگیرن تو این ویدیو میخوام یکم با صحبت کنیم و ببینیم که کدومش برای شما چون خیلی خیلی شخصی یعنی باید ببینیم که کدومش به دردتون میخوره من صرفا نظرات شخصی خودم رو میگم شما میتونید با تصمیم بگیریم چون گفتم تو این بازه سنی چون اگه پایین 25 سالی خیلی حق انتخاب ندارین اگه بالای 25 سالم بالای 35 سالم هستین از اون بازم همین جوری یعنی چون این سوال خیلی بیشتر به شرایط شما وابستگی داره تا اینکه حالا ببینیم کدومش اصلا بهتره چون اگه زیر 25 سالی یعنی هنوز سابقه کار ندارین هنوز دانشجوین بنابراین بهترین راه اینه که مهاجرت بالا دانشجویی بیان چون الان کوتا شما سابقه کار پیدا کنین و کلی کار یاد بگیرین و بعد بخواید تازه تا... کاری پاشین بیان اینجا. اگه بالای 35 سال هم هستین به احتمال خیلی زیاد داستان این جوریه که شما 7 سال سابقه کار دارین. این منو خب بازم یکم شاید تصمیم گیری راحت تر باشه بحث بین 25 سال تا 35 ساله که هنوز تازه دارن وارد بازار کار میشن یا تازه وارد بازار کار شدن یکی دو سال سابقه کار دارن حالا میخوام ببینن که کدوم شرایطش بهتره مهاجرت کاری یه سری پیش نیاز ها داره که شما باید داشته باشی اما باز راجع به اینم نمیخوام صحبت کنم چون راجع به اینم من یه ویدیو قبلا ساختم بحث من سر کسایی که میم چون این اینو خیلی از دوستای خودم حداقل ازم پرسیدن بحث من سر کساییه که تازه فارغ التحصیل شدن یه سالی هم هست توی شرکتی دارن کار میکنن زبان انگلیسیشون هم مثلا بدک نیستش الان دارم این فکر میکنن که من دو سه سال دیگه اینجا کار کنم دو سه سال توی شرکتی کار کنم اون سابقه کاری سه ساله رو به دست بیارم یه سری مهارت ها و نرم افزار ها هم یاد بگیرم دو سالم زبان آلمانی بخونم یاد بگم مثلا سه چهار سال دیگه این پروسه این مهاجرت کاری رو طی کنم کل این ویدیو در مورد اوناست یعنی این ویدیو در مورد اینه که کسی که تازه فارغ التحصیل شده یه کوچولو هم کار کرده الان هم توی شرکتی مشغوله آیا سه سال بمونه تو اون شرکت کار کنه کار یاد بگیر متخصص شه زبان آلمانیش هم بخونه سه سال دیگه پاشه بیاد یا اینکه همین الان پاشه دانشجویی بیاد همین الان کار رو ول کنه مثلا بره آیلسش رو بگیره انگلیسی همین الان پاشه بیاد بین این دو تا کدوم بهتره یعنی کل این ویدیو ساخته شده برای جواب دادن به این سوال که اگه الان تو این شرایط هستین کدوم راه انتخاب کنین پاشین سریعتر بیاین آلمان یا دو سه سال تو ایران بمونین کارتون رو بکنین متخصص بشین و بعد کاری بیان تو این شرایط به نظر من هر چی زودتر باشین میانین و به نفعتونه یعنی هر چی زودتر پاتون برسه به این ور به نفعتونه چه دانشجویی چه کاری چه هر چی و حالا وقتی که داریم بینین صحبت میکنیم که آیا بمونیم سه چهار سال زحمت بکشیم بعد کاری بیایم همین الان دانشجو قطعا قطعا میایم بهتره چرا چون یک اینجا مدرک تحصیلی از خود آلمان می که این خیلی واسه مهمه یعنی تو رزومه وقتی مینویسی مثلا اولش که مینویسی آقا من مثلا تو آلمان درس خوندم یه ارزش دیگه ای واسه قائل هستن این هستش واقعا نمیدونم حالا شاید بعضی نظرشون یه جور دیگه باشه ولی به نظر من این تأثیر گذاره وقتی که از اینجا مدرک میگیرین روی نظرشون که به شما کار رو بدن یا نه قطعا تأثیر گذاره مورد دوم به بچه شما کلی تو ایران زحمت میکشین میرین سر کار تجربه کسب میکنین کار میکنین زحمت میکشین ولی وقتی قرارداد کاری این ورباستون میفرستن به شما جوری قرار داده کاری میدن مثل کسی که صفره یعنی مثل کسی که هیچ سابقه کاری نداره اون سابقه کارتون فقط بهتون کمک میکنه که کارو بگیرین ولی حقوق شما مزایای شما جایگاهی که تو اون شرکت بهتون میدن مثل کسیه که هیچ سابقه کاری نداره و سابقه کار ایران شما رو اونقدر ارزشی وسش قائل نیستن صرفا میبینن که کارو بلدین و کارو تو میدن ولی با حقوق و مزایای کسی که هیچ کاری نکرده اینو فکر کنم تا حالا نشیده بوده باشین و من حتی هیچ جای اینو نشیدم ولی چیزی که اینجا دارم میبینم اینه خیلی از کسایی که از ایران دارم میان هم ایرانی ها که من باشون صحبت کردم هم حالا کسای دیگه اینجوری شرایطشون من یکی از هم کلاسی هم که هندی هم بودش پنج سال تو هند کار کرده بود توی شرکت بینون ملدی توی آلمان تو همون شرکت شعبه آلمانش بعد از فارغ و کار پیدا کرد و اون پنج سال سابقه کار هندش رو قبول نکردن با اینکه همون شرکت بود و حقوقی که باش بستن و اون قراردادی که باش بستن قراردادی بود که با یه نفری میبستن که تا زد دانشگاه آمده بیرون ببین اینجا شما وقتی ارشد میخونین و تقریبا درستون تمام میشه و میخوایم وارد بازار کارشین یه حقوقی بین 45 تا تا و تا احتمال خیلی خیلی زیاد تو این رنج حقوقی داشته باشین 35 هزار تو هم هست 60 هزار تو هم هست از دوستان من تو این دوتا رنج هم بودن ولی عرفش بین 45 تا 55 وقتی شما حتی با 10 سال سابقه کار از ایران میخواییم بیاین آلمان یه همچین حقوقی بهتون پیشنهاد میدن شما اگه 3 سال تا 5 سال تا 10 سال تو آلمان اگه کار کرده باشین تو آلمان سابقه کار داشته باشین اون موقع حقوقتون بالای 80 هزار تاست بنابراین کسی که از ایران داره میاد و با 10 سال سابقه کار با حقوق 55 هزار یا 60 هزار تا میاد این آدم به اون حقش نرسیده بنابراین هر چی زودتر بیاین اینجا ببین شما یه سال یا دو سال سابقه کار تو آلمان داشته باشین اندازه 5 سال تا ده سال سابقه کار ایرانتون میارزه چرا چون اصلا تو شما تو ایران نمیتونین خیلی ثابتش کنین یعنی خیلی اعتمادی ندارن که اصلا شما چه مدل شرکتی کار میکنین خدا روشک شرکت بین المللی هم که نداریم که مثلا اسم و رسمی داشته باشه نه این معتبره شما مثلا وقتی توی شرکت آلمانی کار میکنین تو رزومه‌تون می‌نویسید من سه سال تو این شرکت کار کردم اونا میدونن که شما سه سال تو این شرکت کار کردین نمیتونین ادعای الکی بکنین یعنی خیلی چیزی نیستش که بشه ادعای کرد که آره و از کوالیتی و کیفیت شرکت های آلمان هم مثلا میگن اوکی خب از این شرکت اگه تو اروپا یا تو آلمان یا تو آمریکا یا تو کانادا بوده این معلومه چه شرکتیه این معلومه هر کسی رو الکی نمیپذیرفت به هر کسی کار نمیداده ولی اون سابقه کار که تو ایرانه اصلا خیلی از بچه‌هایی که اینجا هستن خیلی از دوستانی که با هم صحبت می‌کنیم مثلا تو ایران 6 ماه کار کردن اینجا تو رزومه‌شون می‌نویسن سه سال کار کردیم که حالا مثلا برن و کارو بگیرن کسی مثلا نمیتونه اثبات کنه که شما مثلا حالا چند سال کار کردی حالا بعضی‌ها میگن بیمه ارائه میدیم کسی از شما بیمه نمیخواد مثلا نمیخوان اینجور چیزا رو مثلا من وقتی تو آلمان هم سه سال کار کرده باشم میخوام برم یه شرکت دیگه همین که من میگم سه سال کار کردم بنا بر اعتمادی که کار کردم نمیرن دنبالش که اثبات کنن که نه این کار کرده یا نکرده یا هر چیز دیگه بنابراین اون وقتی که میخوایم بزنید تو ایران متخصص بشین برین سه, سه تا پنج سال سابقه کار کسب کنین بعد زبان آلمانی یاد بگیرین پاشی میایین اینجا با همون زبان انگلیسی و به صورت دانشجوی پاشی میایین اینجا تو اینجا زبان آلمانی یاد بگیرین با جامعه یکم ترکیب بشین یه ذره با فرهنگ کاریشون آشنا میشین یه ذره با زبان خودشون زبان محاوره و لحجه هاشون رو آشنا میشین و این زن هم آشنا میشین که اینا تو سر کار چجوری کار میکنن و همون کار دان... شما یک سال اینجا کار دانشجویی فول مثلا تخصصی برین ارزش چند سه سال سابقه کار ایرانتونه بنابراین تو همون دانشجویتون هم میتونین کار تخصصی پیدا کنین و اون رزومه کاری هم که دوست دارین رو بسازین اینجا بنابراین بین این دو تا گزینه موندین بین این دو تا اگه موندین که چند سال تو ایران بمونم و شرایط مهاجرت کاری رو پیدا کنم بعد بیام یا اینکه همین الان پاشم بیام آلمان و دانشجویی رو شروع کنم به نظر من اگه شرایطش رو دارین حتما حتما دانشجویی بیاین خیلی جلوتر میفتین خیلی خیلی جلوتر میفتین اما بریم الان یک دو ساعت کنیم راجع نحوه زندگی کردن و اون کیفیت زندگی که این دو مدل مهاجرت تو آلمان دارن آیا دانشجویی کلا چیز به درد و مهاجرت کاری خیلی بهتره یا دانشجویی هم های خاص خودشو داره اول از همه بهتون بگم که بچه وقتی اینجا کاری میان خب همه چیز خیلی بهتره چرا چون یه پول خوبی داریم در میارین که هزینه همه چیز در میاد اولا پولی هم لازم نیست برداریم با خودتون بیاریم که این یکی از چالش های بزرگه پس داریم میان اینجا کارتون مشخصه شهرتون مشخصه یه خونه هم پیدا میکنین یه زندگی کاملا مشخص حداقل تا سه سال آینده داریم خب این خیلی چیز خوبیه اصطلاحی که دانشوری میآین دانشگاهتون که تمومش احتمالاً باید شهرتون عوض کنین احتمالاً با اساس کشوری کنین اون اولش کار دانشوری هم ندارین درین ریال خرج میکنین که خیلی سنگینه وسطتون دارین میان کلی با پول بیان واسه خودتون الان خیلی چالش داره یعنی خیلی مسیر پرچالش تریه بعد کلی باید درس خونین بعد درس رو به جای درس خوندن بهتون پولی نمیدن و حالا اگه کار دانشوری پیدا بکنین نهایتا خرج و درختون با هم اوکی میشه حالا باید یه سیف بعد از خطا سینه زرم وسطتون سیو میمونه ولی چیز خاصی نمیمونه یه اتاق کوچولو شرایط زندگی سخت و کلا همه چیش سختره پس اگه بشه کاری اومد خیلی بهتره فقط مهم اینه که میشه آیا کاری اومد یا نمیشه کاری اومد تنها خوبی دانشجویی اینه که مسیر مهاجرتش خیلی مشخصه خب شما باید زبان داشته باشی، مدرک تحصیلی داشته باشی، معدل داشته باشی، اپلای میکنی ویزا میگیری، میری بعد سفارت بهت ویزا میده، خیلی کار خاصی بهت نداره، چیز خاصی ازت نمیخواد، خیلی گیر علکی بهت نمیده، اگه پذیرشت دانشگاه داشته باشی میذاره بری. بنابراین این خیلی خوبه، یعنی خیلی سریع میشه مهاجرت کرد، یعنی خیلی سریع میشه. حالا رو بعد بگیری دنبال شرکت، مصاحبه کنی، آیا بهت پذیرش بدن، ندن، حقوقت کافی باشه که سفارت به پز... ویزا بده یا نه برای همین یکم چالش برانگیز سر بحث رفتنش بنابراین اگه بخواید تو استپ اول رفتن, رفتن رو فقط مقایسه کنیم دانشجویی به نظر من راحت تر میشه رفت مگه اینکه حالا مخصوصا اگه یه ذره معدلتون بالا باشه که خیلی راحت پذیرش میگیرین برای هیچ چالشی تو رفتن ندارید از لحاظ اینکه ویزا رو راحت بگیرین و راحت برین و سری پاتون برسه اینجا قطعا دانشجویی گزینه بهتریه علاوه لایف استایلی هم که اینجا دارین دانش رو یه خوبی شاید خیلی کوچیک داشم ارشد دارم میگم لیسانس که خیلی ارزش فرق می‌کنه ولی بر ارشد یکم چون درساتون کمه یه ذره تایم بیشتری دارین که یه ذره بچرخیم تو شهر یه ذره تو کشور بچرخیم یه دوتا سفر برین یه ذره با دوست و رفیقا برین بیرون یکم وقت بگذرونین وقتی میرین سر کار دیگه از صبح تا مثلا 5 6 سر کارین بعد میرین خونه تا حالا شامی درست کنین یه ذره خونه رو تمیز کنین آماده فردا رفتن دوباره سر کار بشی خیلی وقتی نمیمونه که مثلا چهار تا کاری بکنیم مثلا بیرونی برین جایی برین خیلی وقتیتون کم تره و فقط شنبه یک شنبه میمونه ولی وقتی دانشجوی کلی تایم آزاد داره مثلا دو روز سه روز, روز رفته میرین دانشگاه و برای بقیهش میتونیم میتونید ریزی کنین که البته درست کار دانشجویی هم هست ولی اونم دوباره تایمش کمتره و میگم قابل برنامه‌ریزی و میتونین تایم بیشتری رو بگرد. تو محیط مثلا تو فضای دانشگاه بالاخره کلی آدم هست میتونین کلی رفیق پیدا کنین کلی با فرهنگ اینجا آشنا بشین با اون فضای دانشجویی آشنا بشین این چیزای خوبو داره درست بی پولی همیشه هست ولی اینجور جور چیزای خوبو داره که میتونین مثلا چون اینجا دانشگاه خیلی حالا علاوه بر درس خیلی چند برنامه های دیگه دارن مثلا هر گروه گروه بچه ها جمع شدن یه گروه موسیقی هستش یه گروه دنس همه چی هست یعنی کلی میتونین تایم خوشی بگذرونین اینجا و کلی رفیق پیدا کنین به اون چیزی که علاقه دارین مثلا برین سمتش تایم دارین که واسش وقت بذارین و تو اون محیط دانشجویی که حالا تو ایران نمیدونم انجمن بهش میگفتیم که داشتیم مثلا برین اونجا مثلا بخش سینما دارن میرن فیلم میبینن بخش کوهنوردی دارن میرن کوهنوردی کلی از این جور کارا میشه کرد تو دو دوران دانشوی که خب تو دوران کاری اینا خیلی کمتره و خیلی محدودتره و بیشتر میرین سر کارو میآین و اونجا خیلی هم شاید فضایی نباشه یکی دو تا همکار دارین که تو اتاق شما و هم میتونین با اونها سلام علیکی بکنین ایونت های بیشتری هست دوران دانشجویی یعنی سالی فکر کنم چهار پنج تا پارتی تو خود دانشگاه فقط برگزار میشه مثلا چه جشن سال نو هندی یه پارتی اونا برگزار میکنن جشن سال نو یه جو دیگه است و با و فرهنگ های اینا اشتراکی این فضاهاش خیلی فضاهای جذابیه یعنی اینا اینا خیلی چیزهای خوبیه که بعد از دوران دانشجویی دیگه خیلی خیلی, خیلی کم میتونین همچین جایی رو پیدا کنین و همچین چیزهایی رو تجربه کنین خب اینا یه توضیحات مختصر اما اصل کار اصلا چیز دیگه ایه. اصل کار شرایط شماست که آیا اصلا میتونین کاری بیاین یا مجبورین که دانشجو بیاین یه یعنی مقدار بریم راجع این موضوع صحبت کنیم که این خ... خیلی خیلی موضوع مهمیه بچه‌ها اگه کاری میخوایم بیاین حد اقل شما باید سه سال سابقه کاری داشته باشین سه سال سابقه کار تخصصی یه جورایی شرکت خصوصی طور که کار کرده باشین چیز یاد گرفته باشین نه اینکه حالا مثلا یه جایی تو دور ی... چون هم شغل پار... با پارتی پیدا کرده باشین اونجا هم فقط نشسته باشین کار خاصی نکرده باشین اینجوری نه واقعا تخصص داشته باشین یعنی من اینجا با چند نفری که کاری اومدن صحبت کردم یا مثلا یکیشون ده سال تو مپنا کار میکرده یکیشون همه از این آدمای متخصص مثلا کار بلد ای واقعا کسی رو ندیدم که مثلا چیز خاصی بلد نباشه پا شده باشه اومده باشه چون رقابت خیلی سنگین تر از چیزیه که شما فکر میکنید برای همین باید یه تخصص خیلی حرفه‌ای داشته باشین که بتونین از اون طریق کاری بیان تنها اگه سه تا پنج سال یا 6 سال سابقه کار دارین همین الان دارین و زبان آلمانی هم میتونین شروع کنین و یه سال یه سال و نیمه تموم کنین به مهاجرت کاری فکر کنید در غیر این صورت سعی کنین از هر مسیری که میتونین بیاین فقط سریعتر بیاین آلمان و بقیه کاراتون رو اینجا بکنین هی وقت رو از دست ندین هر چی میره جلو یعنی هر چی دیرتر میاین به ضررتون تموم میشه اگه قطعا میخواین بیاین اگه میخواین رو فکر کنین ببینین کار چجوری پیش میره شرایط چجوری پیش میره اون که بحثش جداست ولی اگه حتما میخواین بیاین سعی کنین کنی. سریع ترین راه رو انتخاب کنین نه بهترین راه لزومند چون بهترین راه معمولا سختی های خاص داره ممنون که این ویدیو رو تا انتها نگاه کردین امیدوارم دوست داشته بوده باشین ارادت <laughs> خدا نگهدار